بسم الله الرحمن الرحیم. پزشکان تنها قشری از جامعه هستند که با تمام شرایط کمبود امکانات سازش کرده و این سازش باعث دستکاری افراد فاسد و فاقد صلاحیت به جیب آنها شده است. ما امتحان خود را پس دادیم، چه در زمان جنگ چه در زمان کرونا. تمام راه‌های اعتراضی از قبیل نامه‌نگاری و جمع‌آوری امضا را انجام داده و اعتراضمان را به گوش مسئولین رسانده، اما منفعت شخصی و نفوذ افراد فاسد در لایه‌های مختلف مرتبط با سلامت مانع از برقراری عدالت شده است و حتی رسانه‌های آنها باعث شدند که صدای اعتراضی ما را در نطفه خفه کنند. بسیاری از همکاران ما در جاده‌های خدمت از دست دادیم، بسیاری از آنها را هنگام مبارزه با بیماری از دست دادیم، اما مسئولان مربوطه حتی یک دلجویی از خانواده‌های آنها نکردند. بسیاری از پزشکان ترک تبابت کردند، بسیاری از کشور خارج شدند، اما باز هم مسئولین سلامت مردم برایشان اهمیت نداشت. ما پزشکان اکنون اعلام می‌داریم در تأمین هزینه‌های اولیه زندگی مانده‌ایم. در اعتراض به همه ظلم‌هایی که به ما روا داشتید، از بردگی دوران دانشجویی تا پایمال کردن حقوق دوران تبابتمان، در اعتراض به تخلفات گسترده وزارت بهداشت که بعضاً در مراجع قانونی اثبات شده است. تیترهایی از مطالبات پزشکان: تعیین حق ویزیت متناسب با تورم و عرف موجود در جهان و کشورهای منطقه و همچنین قرار دادن اختیار تعیین وضعیت بخش خصوصی به سازمان نظام پزشکی طبق قانون حضور تأمین اجتماعی در این امر غیر قانونی است. 2. نظاممند کردن و تعریف تعرفه به صورت تعریف خدمت به شکل ساعتی و درصدی برای کار پزشکان در درمانگاه‌های خصوصی برای جلوگیری از سوء استفاده کلینیک‌های خصوصی از ازدحام پزشکان. و همچنین چند نکته دیگر. لازم به ذکر است عواقب هر گونه بی‌توجهی به مطالبات فوق متوجه وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و دلالان سلامت خواهد.